خط خبرها. کشته و زخمی شدن چندین تن به شمول یک نو عروس در اثر حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک. نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان میگوید حکومت 3 روز پی هم مناطق مسکونی، مکاتب و مرکزهای آموزشی را هدف قرار داده که در نتیجه آن چندین تن جان باخته اند. فردا نخستین روز سال 1400 هجری شمسی و نوروز است. مقام ها میگویند قرار است از نوروز در کابل، مزار شریف و شماری از ولایت های دیگر تجلیل و گرامی داشت شود. مخالفت عبدالله با برکناری وزیر امور داخله. عبدالله میگوید رئیس جمهور بدون مشورت با وی مسعود اندرابی را از وظیفه‌اش برکنار کرده است. و جرمنی در تلاش مهار کردن موج سوم ویروس کرونا است. سلام، وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید. منابع محلی در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک میگوید که در نتیجه حمله هوایی نیروهای دولتی در این ولسوالی یک خانه مسکونی تخریب و یک زن جان باخته است. به نقل از این منابع، نیروهای هوایی موازی را در بهسود به شمول قرارگاه مرکزی نیروهای مقاومت مردمی و چندین خانه مسکونی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک نو عروس جان باخته و 2 تن از اعضای خانواده وی زخمی شده اند. حمید اکبری عضو مجلس نمایندگان میگوید که حکومت 3 روز پی هم مناطق مسکونی، مکاتب و مرکزهای آموزش را هدف قرار داده که در نتیجه آن چندین تن جان باخته اند. منابع در ولسوالی حصه اول بهسود میگویند که نیروهای هوایی حکومت بار دیگر در این ولسوالی حملات هوایی انجام دادند. به نقل از این منابع، نیروهای هوایی موازی را در بهسود به شمول قرارگاه مرکزی نیروهای مقاومت مردمی و چندین خانه مسکونی را هدف قرار دادند. تاکنون از تلفات احتمالی این حملات اطلاعی در دست نیست، اما این منابع میگویند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای دولتی یک زن نو عروس جان باخته و یک مرد و یک زن دیگر که همه اعضای یک خانواده هستند شدیداً زخمی شدند. حمید اکبری نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان میگوید نیروهای امنیتی از 3 روز گذشته به این طرف بالای قرارگاه فرمانده علی پور عملیات را آغاز کردند. بنو اکبری تاکید میکند که هواپیماهای جت و چرخبالهای نیروهای امنیتی بالای خانه های مردم انداخت کرده و مکاتب و مراکز آموزشی را هدف قرار دادند. روز سوم است که تیره‌های حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی افغانستان، من نمی‌فهمم که جمهوریت چه قسم یک نام داره، پای هم رفته بمبارد کرده ساحات مسکونی را، خانه ها، کورس و قریجات بمبارد. این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد که تاکنون 5 غیر نظامی در جریان این عملیات جان باختند و همچنان گفت مردم محل موفق شدند که زخمی های این حمله هوایی را به شفاخانه منتقل کنند. پس از حملات درست پیش نیروهای حکومتی بر مواضع نیروهای مقاومت مردمی در بهسود که در نتیجه آن 6 تن به شمول 1 غیر نظامی جان باختند، این دومین حملات هوایی علیه نیروهای مقاومت مردمی در این ولسوالی است. آیا رئیس جمهور به خاطر قتل عام بیگناه های مردم ازاره دست به اصطلاح هدف خود قرار داده که این کار کنن و یا این که گپ های دیگه هست؟ از یک طرف طالب در مسیر جلیز و میدان وردک مردم کشته رئیس و تلفات میشه، از طرف دیگه اینا بمبارد میکنن. ما نمیفهم که جرم از اینمی مردم چی است. در همین حال منابع از ولایت بامیان میگویند که با آمدن صدها حامی چهره شهر بامیان که برای تجلیل از جشن نوروز آراسته شده، حالت نظامی به خود گرفته است. یک منبع امنیتی میگوید که نزدیک به 1100 نیروی امنیتی از بخشای قطعه خاص پلیس، کماندو و ارتش از ولایت‌های مختلف در بامیان برای سرکوب نیروهای مقاومت مردمی در حالت آماده باش قرار دارند. فرق طالب و علی پور چی است؟
ای باید واضح باشه هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم هر کسی که باشه اینجا برای هیچ کس استثناء قائل شده نمیتونیم چیز ظلمی که طالب میکنه به امو دلیل هر روز هر سال هزارا افغان قربانی میشن و اگر یک کسی دیگه عین روش به کار بگیره به دلیل این و آن و این هیچ وقت از برشان استثناء قرار گرفتن شده نمیتونه. اگر میخوای از وطن خود دفاع کنم بیاین در نیروهای در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی خود استاد شون. نه کدام عملیات نظامی بود، نه موجودیت بوت عسکری یا یونیفرم اردوی افغانستان بود. پس حال در سر ما انداخت شده، شهید دادیم و از شهید خود دفاع میکنیم انشاءالله اگر زنده بودیم. گفتنی است که چند پیش در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی تحت فرماندهی قماندان امنیه ولایت میدان وردک بر معترضان در این ولسوالی 11 غیر نظامی جان باخته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. در همین ارتباط وظیفه الله‌داد فدایی فرماندهی پلیس میدان وردک به حالت تعلیق درآمد و پروندهش به دادستانی کل محول شد. در چند روز گذشته اما الله‌داد فدایی از سوی وزارت داخله به حیث فرمانده پلیس ولایت لغمان منصوب گردید. فردا نخستین روز سال 1400 هجری شمسی و نوروز است. قرار است از نوروز در کابل، مزار شریف و شمار از ولایت‌های دیگر تجلیل و گرامی داشت شود. همزمان در آستانه سال نو، پایتخت نشینان برای جشن نوروز آمادگی می‌گیرند. شهروندان کابل با ابراز امیدواری در سال جدید، آرزوی یک سال مملو با صلح و امنیت را دارند. آنان میگویند مردم افغانستان در 4 دهه گذشته صدها مشکلات را تحمل کردند. آنان از طرفهای درگیر میخواهند که دست از خشونت و جنگ بردارند و به خواست مردم که صلح است پا پیش گذارند. در همین حال تمامی آمادگی ها برای تجلیل از جشن نوروز در شهر مزار شریف گرفته شده است. در این میان نیروهای امنیتی نیز در چند روز پسین تلاش‌هایشان را به خاطر تأمین امنیت هرچی بهتر این شهر شدت بخشیده اند. در همین حال باشندگان شهر مزار شریف از تدابیر امنیتی که از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی گرفته شده است ابراز خرسندی می‌کنند. بلخیان اما حضور مهمانان بیرونی را در این ولایت نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ خوانده، میگوید ناامنی باعث شده است تا حضور افراد بیرونی کمتر باشد. یک روز مانده به نوروز، با آمد آمد سال نو شهر مزار شریف همچنان چهره دیگر به خودش میگیرد. کوچه های شهر بوی نوروز میدهد و مردم نیز آمادگی میگیرند. جشن نوروز یکی از عنانه های تاریخی شماری از کشورهای جهان عنوان می شود و با فرارسیدن این جشن در افغانستان نیز آغاز یک سال جدید رقم می خورد. این جشن نسبت به ولایت های دیگر در شهر مزار شریف با برنامه های بزرگتر و پررنگتر تجلیل می شود. همساله بلخیان با فرارسیدن جشن نوروز میزبان بقیه شهرهای افغانستان می باشند. میمون نواز هستیم. هر میمونایی که از هر ولایت بیاید الحمدلله همیشه هر سال هر وقت به هم نستن با خوشی و خوبی سال الحمدلله این سال از نظر به سال گذشته و سال پیش میمونم زیاد هستن و میمونار هم که طرفش میبینیم خرسند هستن خوشحال هستن همیشه خوش باشن. از کندهار هستیم، از خود شهر کندهار هستیم. اگه اینجا که آمدیم که زیارت بکنیم این دوستا و قریبار ببینیم یه قریب ما هست، دوستی ما هست، ما میمانی زی هستیم، یه هست، امو عجیب هبا هست. اگه آمدیم ما خیلی خوش هستیم، در امنی چی نبود. با این حال شهروندان و کسبه‌کاران در شهر مزار شریف از آمد آمد سال نو استقبال نموده و این سال را به فال نیک گرفته و تأمین صلح را یگانه‌ترین آرزویشان می‌دانند. از نگاه نرخ نوا خوب است.
نسبت به قبل افزایش پیدا کرده؟ یک کم اگه قیمت شده لاله یک کمه نسبتا میوه خوش که بیشتر که با میگرم از پیشون میوه هفتی نده که در مثال نو میگرم نامزدارا زیادتر در این باره زیاد خریداری که با میکنم خوبا در افغانستان که غیر از جنگ دیگه ای چیز نیست. میکی یک دفعه کوتا وارد بگم که نمی که یک روز گفته اگر تو میاییم یک ساعت ماتر میش هزار سال زنده میباشیم. خرید و فروش ما شکر خوب است و از روزای سابق کده حال بسیار خرید و فروش خوب است. مردم از هر طرف میان یا کالا میخرن بخاطر نوروز بخاطر سال نو. در همین حال بلخیان حضور مهمانان را در این ولایت نسبت به سالهای گذشته کمرنگ خوانده میگویند نبود امنیت باعث شده است تا حضور مردم در شهر مزار شریف کمتر باشد. میزبانان و مهمانان که در بلخ حضور دارند از تدابیر امنیتی که از سوی نیروهای امنیتی گرفته شده ابراز خرسندی میکنند. تو میمونو داشتم از ایران صحبتی وقت اینجا جلوی خریدن از ما بودم تخفیف بیدی که یا میمونو از با خیلی خوشحالی کردم اینجا شهر سخی است، اینجا دیگه سخی است. در دروازه که دبین شما تق تق کنید بگین ما ده نفر دوازه نفر مهمان هستیم. ما نیروهای امنیتی در کل در تمام افغانستان بخصوص دولت بلخ ویژگی های خاص خود داره تأمین امنیت میکنن. ما قلبا از ایشان سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که یک سال خوب، خوش، آرام و پر از سعادت داشته باشیم. از سوی هم عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ از تأمین امنیت بلخ و شهروندانش در جریان روزهای سال نو اطمینان میدهد. ما وعده و اطمینان ما به مردم عزیز ما بخصوص به بلخی های عزیزی است که ما تماما توانی که داریم قوت های امنیتی و دفاعی ما به خاطر تأمین امنیتی مراسم آماده هستند. ولی بان هم تقاضا و خواهش ما از مردمی است که در صورتی که هر نوع موارد مشکوک مشاهده میکنند شماره های تماس عاملین اوزات امنیتی بخش های کشفی از طریق برگاه های تبلیغاتی در اختیار مردم قرار داده شده، لطفاً با او تماس بگیرند. هویتشان محفوظ است و در امنیت شهرشان سهیم باشند. جشن نوروز فردا یک شنبه در شهر مزار شریف طبق سنت معمول با بلند کردن جنده مولا علی شروع شده و مقام های دولتی به سخنرانی می پردازند. یک روز پس از برکناری وزیران وزارت‌های داخله و دفاع از سوی رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که رئیس جمهور بدون مشورت با وی مسعود اندرابی را از وظیفه‌اش برکنار کرده است. آقای عبدالله این کار را عجولانه و غیر قابل پذیرش می‌داند. مشاور شورای امنیت ملی اما ایجاد تغییرات در وزارتخانه‌ها را یک اصل می‌داند و میگوید که تلاش های سیاسی جریان دارد تا این مشکل از راه سیاسی آن حل شود. از سوی هم آگاهان سیاسی مقرر کردن افراد غیر مسلکی را در سکتورهای امنیتی یک چالش میدانند و میگویند که در شرایط حساس کنونی تغییر و تبدیل ها می تواند سبب ایجاد سکتگی در نهادهای امنیتی شود. رئیس جمهور غنی روز گذشته طی حکمی محمد یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش را با حفظ همین وظیفه همچون سرپرست وزارت دفاع ملی گماشت. آقای ضیا در سالهای پسین در پست‌های معاون ریاست عمومی امنیت ملی، معاون نخست وزارت دفاع ملی و نیز رئیس ستاد ارتش کشور کار کرده است. مشاور شورای امنیت ملی اما میگوید که آقای ضیا تا زمان صحتمند شدن اسدالله خالد وظیفه او را انجام خواهد داد. جناب وزیر صاحب دفاع په خپل ځای باندې دی. جناب خالد صاحب یو څه صحت یې ښه نه دی، تاسو شاید یاستئ چې څو هفتې کېږي مریض دی. ضرورت د دې و چې یو څوک د وزارت سرپرستي وکړي. په دې دلیل باندې جناب رئیس صاحب جمهور د لوی ادریسیس صاحب نه هم د دې مسؤلیت د ادا کولو لپاره غوښتنه وکړه او مننه چې لوی صاحب هم دا خواهش ومنلو تر څو پورې چې وزیر صاحب صحتیاب شي بیرته راشي په خپله وظیفه باندې به دوی د هماغې وظیفې تر هغه وخته پورې همداسې په حکم کې هم راغلي دي د هغوی تر رغیدلو پورې به دوی دا وظیفه مخته بیایي. رئیس جمهور همچنان حیات الله حیات والی پیشین کندهار را به جای محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گماشته است. آقای حیات به عنوان والی در ولایت های هلمند، کندهار و ننگرهار کار کرده است. اما پس از گفته ها در مورد فعال بودن تنها 30% نیروهای پلیس در کندهار از وظیفه برکنار شد. با آنکه گفته می شود آقای حیات پرونده فساد در دادستانی دارد، اما مشاور شورای امنیت ملی در مورد متهم بودن آقای حیات به فساد چنین میگوید.
یک تعداد مسائل به سارنوالی وقت معرفی میشه. شما میفهمین که حکومت هیچ وقت از او نماندن و هر وقتی که لازم بود ما پیشنهاد ازیرا کردیم. فعلا لازم به یک تعداد تغییرات بود که سرکماندان حالا تصمیم گرفته و موضوعات سیاسیشان هم انشاءالله از رای سیاسی حل خواهد شد. این تغییرات در حال صورت میگیرد که بر بنیاد تفاهم نامی سیاسی که بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی در سال پار به امضا رسید، وزارت داخله سهم عبدالله عبدالله دانسته می شود. آقای عبدالله نیز در واکنش به برکناری محمد مسعود اندرابی میگوید که این تصمیم بدون مشورت، بی دلیل موجه و در مخالفت با توافق نامی سیاسی گرفته شده است. مشاور شورای امنیت ملی اما میگوید که تلاش های سیاسی وجود دارد تا این مشکل از راه سیاسیان حل شود. با همراه دکتر سیب عبدالله صحبت کردم، میفهم که آزردگی اونجا وجود داره، انشاءالله مشکل سیاسی حل میشه، از رای سیاسی کش خود دوام میتیم. باید برتری های خود داشته باشه، وقتی برتری های خود نداشته باشه خود طبیعی است که گپ بازم ما مجبور میشیم بگیم که بله همین گپ دیگه دوستا سعیست که برخوردار سلیقه‌ای. آگاهان سیاسی اما بدین باورند که در شرایط حساس کنونی از اون از پادر سکتورهای امنیتی میتواند روی برنامه های امنیتی تاثیر منفی گذاشته و سبب ایجاد آشفتگی و سردرگمی در این نهادها شود. خاصتا مسئله استراتژی و مسئله اینهایی که باید یک وزارتخانه دارای کدام استراتژی باشه و چگونه راهبرد داشته باشه، چگونه راهکار داشته باشه، به اینها هیچگاه یکی از وزرای افغانستان به این گپ نرسیده. همین که زود این تبدیل شده و باز آمده کسی دیگه آمده، پالیسی دیگر به وجود آمده با آورده و با اصطلاح بگیم که اولویت های دیگر به وجود آورده، به او اولویت ها هیچگاه کس نرسیده. وزیران وزارت های دفاع و داخله نزدیک به 4 ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی وزیران صحت عامه و مالیه را تنها چند ماه پس از گرفتن رأی اعتماد سوی مجلس نمایندگان از وظیفه‌شان برکنار کرد. با برکنار کردن وزیران داخله و دفاع، نو عضو کابینه حکومت افغانستان از سوی سرپرستان اداره می شود. هیئت دولت افغانستان پس از اشتراک در نشست مسکو شب گذشته به کابل برگشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی که این هیئت را رهبری میکرد گفته که ابتکار روسیه، امریکا، چین و پاکستان جهت خاتمه جنگ در افغانستان گام مهم است. آقای عبدالله در حساب توییترش نوشته که در نشست مسکو تسریع روند صلح، استفاده اعظمی از فرصتها و سایر موارد مشابه به بحث گرفته شد. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان هم نشست اخیر مسکو در مورد صلح افغانستان را مهم خواند. سخنگوی این وزارت روز گذشته در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که تأمین صلح در افغانستان رویای مردم را برای پیشرفت منطقه به واقعیت مبدل خواهد کرد. نشست مسکو در فاصله 6 هفته از اول ماه می که تاریخ خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده برگزار شد. طالبان گفتند که اگر آمریکا بر اساس توافقنامه فوریه 2020 همه نیروهایش را تا اول می از افغانستان بیرون نکند، با واکنش جدی روبرو خواهد شد. طالبان با امریکا بر سر نوی از آتش بس 3 ماه توافق کرده است. یک منبع آگاه از مذاکرات هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو گفته که این گروه با امریکایی ها بر سر نوی از آتش بس 3 ماه توافق کرده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود میگوید که بر اساس این طرح طالبان به شهرها و مراکز ولسوالی ها در ظرف 3 ماه حمله نخواهد کرد. به گفته این منبع طالبان گفتند اگر آمریکا در آغاز ماه می نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند، دوباره حملات را بر نیروهای آمریکایی آغاز میکنند. اما یک منبع دیگر که در جلسات مسکو حضور داشته میگوید که این طرح آتش بس مشروط بر آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نام های سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. گروه طالبان تا حال درباره این اظهارات اظهار نظر نکرده است.
نشست مسکو به هدف تسریع گفتگوهای صلح افغانستان و اشتراک هیئت‌های حکومت افغانستان، گروه طالبان، نماینده‌های آمریکا، چین و پاکستان به تاریخ 18 ماه مارس در مسکو برگزار شد. در اعلامیه مشترک که از سوی آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در پایان این نشست نشر شد، به نکته کلیدی در مورد افغانستان اشاره شده است. وزیر خارجه آمریکا با شرکای ناتو در مورد افغانستان گفتگو میکند. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در هفته آینده در مقر سازمان ناتو با متحدان آمریکا درباره افغانستان گفتگو کند. سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا روز جمعه از طریق تلفن به خبرنگاران در بروکسل گفت که آقای بلینکن هفته آینده به بروکسل سفر میکند. گفته می شود در نشست وزرای خارجه در مورد نقش ناتو در افغانستان گفتگو صورت خواهد گرفت، در حالی که بررسی درباره پالیسی آمریکا درباره افغانستان جریان دارد. ایالات متحده برای رایزنی و مشوره با متحدان ناتو و دیگر کشورهای مأموریت حمایت قاطع متحده است. ایالات متحده در ماه فوریه سال گذشته در توافق صلح با طالبان تعهد کرده بود که تا اول ماه می همه نیروهای خود را از افغانستان بیرون میکند. محمد رفیق علم ولسوالی تیوره ولایت غور در اثر انفجار ماین کشته شد. حبیب الرحمن ملکزاده قماندان امنی این ولسوالی میگوید که ماین در موتر حامل ولسوال تیوره جاسازی شده بود و زمان انفجار کرد که محمد رفیق علم از خانه به سوی محل کارش میرفت. زلمه کریمی سخنگوی والی غور هم وقوع این رویداد را تایید کرده است. مقام های غور میگویند انفجار در قریه دوردست آشقان ولسوالی تیوره رخ داده است. این مقام ها طالبان را مسئول این ماین گذاری خوانده اند، اما طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند و نه هم کسی مسئولیت این رویداد را تا هنوز به عهده گرفته است. خبرهای خارجی. جرمنی در تلاش مهار کردن موج سوم ویروس کرونا. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید به دلیل افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سراسر اروپا به اقدام عاجل در آن کشور نیاز است. خانم مرکل این سخنانش را بعد از جلسه مقامات ارشد دولت‌های فدرال ایالت‌های جرمنی بیان داشته است. جرمنی بزرگترین اقتصاد اروپا است، اینک با موج سوم همگیری ویروس کرونا و این بار با نوع بریتانیایی این ویروس روبرو است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا بدون اعلام وضعیت اضطراری است، اما اگر به گسترش شیوع همگیری کووید 19 در روزهای اخیر دیده شود این امکان وجود ندارد. مقامات توافق کرده بودند اگر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا از 100 هزار تن در یک هفته بگذرد محدودیت ها را وضع خواهند کرد. بر اساس اطلاعات مؤسسه رابرت کویچ در جرمنی موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز تا 18 مارچ از 100 هزار تن به 956 تن رسیده است. پیش از این ینس اسپان وزیر صحت جرمنی هشدار داده بود که واکسن های کرونا به تنهایی نمی توانند موج سوم همگیری کووید 19 را متوقف کند، زیرا کمپاین تولید واکسن در جرمنی و سایر مناطق اروپا به دلیل تولید و انتقال آن کند است. از سوی هم رهبران شماری از کشورهای جهان با از سرگیری تطبیق واکسن آسترازنکا خودشان این واکسن را در روز 19 مارچ دریافت کردند. ژان کاستک صدر اعظم فرانسه، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا، رؤسای جمهور سلوانیا و گرجستان از جمله کسانی هستند که واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند. جو بایدن و کامالا هرس معاون ریاست جمهوری آمریکا بعد از تیراندازی در اتلانتا مرکز ایالت جورجیا به مبارزه با نژاد پرستی متعهد شدند. آنها روز جمعه در شهر اتلانتا برای دلجویی تلاش کردند و نژاد پرستی را تقبیه نمودند. سفر بایدن و هرس چند روز بعد از تیراندازی صورت می‌گیرد که در نتیجه آن 8 نفر به شمول 6 زن آمریکایی آسیایی تبار کشته شدند. رئیس جمهور جو بایدن در سخنرانیش در نشست با رهبران جامعه آسیایی آمریکایی در ایالت جورجیا گفت نفرت و خشونت در ایالات متحده معمولاً با سکوت همراه می‌باشد. آقای بایدن می‌گوید اما این چیزی را تغییر نمی‌دهد، زیرا خاموشی در اصل همدستی به شمار می‌رود. حادثه تیراندازی در 27 ماه هود اتفاق افتاد.
مدافعان حقوق بشر در بلاروس در تنگنا قرار گرفتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از سرکوب مدافعان حقوق بشر در بلاروس ابراز نگرانی کرده است. مری لاولر روز جمعه در یک اعلامیه نگاشته است: فضا برای مدافعان حقوق بشر در بلاروس خیلی در تنگنا قرار گرفته است. بر بنیاد این اعلامیه، هجوم بر دفترها، بازداشت مدافعان حقوق بشر و ممانعت وکلا از کارشان به یک روند عادی در بلاروس مبدل شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست سال گذشته که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات اعلام کرد، بلاروس همه روزه شاهد اعتراض‌های ضد حکومتی بوده است. بر بنیاد گزارش‌ها، در این مدت بیش از 30,000 تن بازداشت شدند، صدها تن مورد لدوکوب شدید قرار گرفتند و شماره هم کشته شدند. و ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان خارج شد. خروج ترکیه از کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نهایی شده است. مقام های ترکیه دلیل خروج این کشور از این کنوانسیون را اعلام نکرده و زهرا زمرد وزیر خانواده ترکیه میگوید قانون اساسی ترکیه حقوق زنان این کشور را تضمین میکند. ترکیه 10 سال پیش این معاهده بین المللی را امضا کرده بود که هدفش جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی محسوب می شود. خشونت خانگی یکی از مشکل جدی در ترکیه به شمار می رود. از سوی هم محافظه کاران در ترکیه می گویند این کنوانسیون نهاد خانواده و ارزش های آن را تهدید می کند. سپاس بیننده های عزیز از توجهتان به خبرهای این ساعت از نگاه.